قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. گفت آیا به تو نگفتم که هرگز نمیتوانی هم پای من صبر کنی؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. موسا گفت اگر از این پس چیزی از تو پرسیدم دیگر با من همراهی مکن و از جانب من قطعا معذور خواهی بود. فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قريه استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا. پس رفتند تا به اهل قريه ای رسیدند، از مردم آنجا خوراکی خواستند ولی آنها از مهمان نمودن آن دو خودداری کردند. پس در آنجا دیواری یافتند که می‌خواست فرو ریزد و بنده ما آن را استوار کرد. موسی گفت اگر می‌خواستی می‌توانستی برای آن مزدی بگیری. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. گفت این بار دیگر وقت جدایی میان من و توست، به زودی تو را از تأویل آنچه که نتوانستی بر آن صبر کنی آگاه خواهم ساخت. اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. اما کشتی از آن بینوایانی بود که در دریا کار می کردند، خواستم آن را معیوب کنم چرا که پیشا پیش آنان پادشاهی بود که هر کشتی درستی را به زور می گرفت. و اما الغلام فکان ابواه مؤمنین فخشینا ان یرهقهما طغیانا و کفرا. و اما نوجوان پدر و مادرش هر دو مؤمن بودند، پس ترسیدیم مبادا آن دو را به طغیان و کفر بکشد. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. پس خواستیم که پروردگارشان آن دو را به پاکتر و مهربانتر از او عوض دهد. و ام اما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. فاما دیوار از آن دو پسر بچه یتیم در آن شهر بود و زیر آن گنجی متعلق به آن دو بود و پدرشان مردی نیکوکار بود، پس پروردگار تو خواست آن دو یتیم به حد رشد برسند و گنجینه خود را که رحمتی از جانب پروردگارت بود بیرون آورند و این کارها را من خودسرانه انجام ندادم. این بود تأویل آن چه که نتوانستی بر آن شکیبایی ورزی. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. و از تو درباره ذو القرنین میپرسند، بگو به زودی چیزی از او برای شما خواهم خواند.
إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. ما در زمین به او امکاناتی دادیم و از هر چیزی وسیله ای به دو بخشیدیم. فأتبع سببا. تا راهی را دنبال کرد. حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. تا آنگاه که به غروبگاه خورشید رسید، به نظرش آمد که خورشید در چشمه‌ای گلالود و سیاه غروب می‌کند و نزدیک آن طایفه ای را یافت. فرمودیم ای ذوالقرنین، اختیار با توست، یا عذاب می‌کنی یا در میانشان روش نیکویی پیش می‌گیری. قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا. گفت اما هر که ستم ورزد عذابش خواهیم کرد، سپس به سوی پروردگارش بازگردانیده می شود، آنگاه او را عذابی سخت خواهد کرد. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا. و اما هر که ایمان آورد و کار شایسته کند، پاداشی هرچه نیکوتر خواهد داشت و به فرمان خود او را به کاری آسان وا خواهیم داشت. ثم اتبع سببا. سپس راهی دیگر را دنبال کرد. حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. تا آنگاه که به جایگاه برآمدن خورشید رسید، خورشید را چنین یافت که بر قومی طلوع می کرد که برای ایشان در برابر آن پوششی قرار نداده بودیم. كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا. این چنین می رفت و قطعاً به خبری که پیش او بود احاطه داشتیم. ثم اتبع سببا. باز راهی را دنبال نمود. حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونهما قوما لا یکادون یفقهون قولا. تا وقتی به میان دو سد رسید، در برابر آن دو سد طایفه ای را یافت که نمی توانستند هیچ زبانی را بفهمند. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. گفتند ای ذو القرنین، یأجوج و مأجوج سخت در زمین فساد می کنند، آیا ممکن است مالی در اختیار تو قرار دهیم تا میان ما و آنان سدی قرار دهی؟ قال ما مکننی فیه ربی خیر فاعینونی بقوة اجعل بینکم و بینهم ردما. گفت آنچه پروردگارم به من در آن تمکن داده از کمک مالی شما بهتر است، مرا با نیروی انسانی یاری کنید تا میان شما و آنها سدی استوار قرار دهم. آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعله نارا قال آتونی افرغ علیه قطرا. برای من قطعات آهن بیاورید
تا آنگاه که میان دو کوه برابر شد گفت بدمید تا وقتی که آن قطعات را آتش گردانید. گفت مس گداخته برایم بیاورید تا روی آن بریزم. فما استطاعوا ان یظهروه و ما استطاعوا له نقبا. در نتیجه اقوام وحشی نتوانستند از آن مانع بالا روند و نتوانستند آن را سوراخ کنند. قال هذا رحمت من ربی فإذا جاء وعد ربی جعله دكاء وكان وعد ربی حقا. گفت این رحمتی از جانب پروردگار من است، ولی چون وعده پروردگارم فرا رسد آن صد را در هم کوبد و وعده پروردگارم حق است. و ترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض و نفخ فی الصور فجمعناهم جمعا. و در آن روز آنان را رها می کنیم تا موجاسا بعضی با برخی در آمیزند و همین که در سور دمیده شود همه آنها را گرد خواهیم آورد. و عرضنا جهنم یومئذ للکافرین عرضا. و آن روز جهنم را آشکارا به کافران بنماییم. الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. همان کسانی که چشمان بصیرتشان از یاد من در پرده بود و توانایی شنیدن حق نداشتند. افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء انا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا. آیا کسانی که کفر ورزیده اند پنداشتند که می توانند به جای من بندگانم را سرپرست بگیرند؟ ما جهنم را آماده کرده ایم تا جایگاه پذیرایی کافران باشد. قل هل ننبئكم بالأخسرین اعمالا. بگو آیا شما را از زیانکارترین مردم آگاه گردانیم؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. آنان کسانی‌اند که کوشششان در زندگی دنیا به هدر رفته و خود می‌پندارند که کار خوب انجام می‌دهند. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. آری آنان کسانی‌اند که آیات پروردگارشان و لقای او را انکار کردند، در نتیجه اعمالشان تباه گردید و روز قیامت برای آنها قدر و ارزشی نخواهیم نهاد. ذلک جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. این جهنم سزای آنان است، چرا که کافر شدند و آیات من و پیامبرانم را به ریش خند گرفتند. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. بیگمان کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند باغهای فردوس جایگاه پذیرایی آنان است. خالدین فیها لا یبغون عنها حولا. جاودانه در آن خواهند بود و از آنجا درخواست انتقال نمی کنند.
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. بگو اگر دریا برای کلمات پروردگارم مرکب شود پیش از آن که کلمات پروردگارم پایان پذیرد، قطعاً دریا پایان می‌یابد، هرچند نظیرش را به مدد آن بیاوری. قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بگو من هم مثل شما بشری هستم، ولی به من وحی می شود که خدای شما خدایی یگانه است، پس هر کس به لقای پروردگار خود امید دارد باید به کار شایسته بپردازد و هیچ کس را در پرستش پروردگارش شریک نسازد. بسم الله الرحمن الرحیم. کافها یا عین صاد. به نام خداوند رحمتگر مهربان. کافها یا عین صاد. ذکر رحمت ربک عبده زکریا. این یادی از رحمت پروردگار تو درباره بندهش زکریا است. اذ نادا ربه نداء خفیا. آنگاه که زکریا پروردگارش را آهسته ندا کرد. قال رب اینی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. گفت پروردگارا من استخوانم سست گردیده و موی سرم از پیری سپید گشته و ای پروردگار من هرگز در دعای تو ناامید نبودم. و اینی خفت الموالی من ورائی و کانت امرأتی عاقرا فهب لی من لدنک ولیا. و من پس از خیشتن از بستگانم بیمناکم و زنم نازاست، پس از جانب خود ولی و جانشینی به من ببخش. یرثنی و یرث من آل یعقوب و اجعله رب رضیا. که از من ارث برد و از خاندان یعقوب نیز ارث برد و او را ای پروردگار من پسندیده گردان. یا زکریا اینا نبشرک بغلام اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیا. ای زکریا ما تو را به پسری که نامش یحیی است مژده می دهیم که قبلا هم نامی برای او قرار نداده ایم. قال رب انا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. گفت پروردگارا چگونه مرا پسری خواهد بود و حالان که زنم نازاست و من از سال خردگی ناتوان شدم. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. فرشته گفت فرمان چنین است، پروردگار تو گفته که این کار بر من آسان است و تو را در حالی که چیزی نبودی قبلا آفریدم. قال رب اجعل لي آیه.
قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. گفت پروردگارا نشانه ای برای من قرار ده. فرمود نشانه تو این است که سه شبان روز با این که سالمی با مردم سخن نمی گویی. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. پس از محراب بر قوم خیش در آمد و ایشان را آگاه گردانید که روز و شب به نیایش بپردازید. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. ای يحيى کتاب خدا را به جد و جهد بگیر و از کودکی به او نبوت دادیم. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. و نیز از جانب خود مهربانی و پاکی به او دادیم و تقوا پیشه بود. و برًا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. و با پدر و مادر خود نیک رفتار بود و زورگویی نافرمان نبود. و سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. و درود بر او روزی که زاده شد و روزی که می میرد و روزی که زنده برانگیخته می شود. و اذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا. و در این کتاب از مریم یاد کن آنگاه که از کسان خود در مکانی شرقی به کناری شتافت. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. و در برابر آنان پرده ای بر خود گرفت، پس روح خود را به سوی او فرستادیم تا به شکل بشری خوشندام بر او نمایان شد. قالت اینی اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا. مریم گفت اگر پرهیزگاری من از تو به خدای رحمان پناه میبرم. قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا. گفت من فقط فرستاده پروردگار تو ام برای این که به تو پسری پاکیزه ببخشم. قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا. گفت چگونه مرا پسری باشد با آن که دست بشری به من نرسیده و بدکار نبودم. قال كذلك قال ربك هو علی هین ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. گفت فرمان چنین است، پروردگار تو گفته که آن بر من آسان است و تا او را نشانه‌ای برای مردم و رحمتی از جانب خیش قرار دهیم و این دستوری قطعی بود. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. پس مریم به عیسی آبستن شد و با او به مکان دور افتاده ای پناه جست. فاجاءها المخاض الى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. تا درد زایمان او را به سوی تنه درخت خرمایی کشانید. گفت ای کاش پیش از این مرده بودم و یکسر فراموش شده بودم. فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربك تحتك سريا. پس از زیر پای او فرشته
وی را ندا داد که غم مدار، پروردگارت زیر پای تو چشمه آبی پدید آورده است. و هزی الیک بجذع النخلة تساقط علیک رطبا جنیا، و تنه درخت خرما را به طرف خود بگیر و بتکان تا بر تو خرمای تازه فرو ریزد. فکلی و اشربی و قری عینا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. و بخور و بنوش و دیده روشن دار، پس اگر کسی از آدمیان را دیدی بگوی من برای خدای رحمان روزه نذر کردم و امروز مطلقاً با انسانی سخن نخواهم گفت. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، پس مریم در حالی که او را در آغوش گرفته بود به نزد قومش آورد، گفتند ای مریم به راستی کار بسیار ناپسندی مرتکب شده ای. يا اخت هارون ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغيا، ای خواهر هارون پدرت مرد بدی نبود و مادرت نیز بدکاره نبود. فاشارت الیه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، مریم به سوی عیسی اشاره کرد، گفتند چگونه با کسی که در گهواره و کودک است سخن بگویی؟ قال اینی عبد الله آتانی الكتاب و جعلنی نبیا، کودک گفت منم بنده خدا، به من کتاب داده و مرا پیامبر قرار داده است. وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا، و هر جا که باشم مرا با برکت ساخته و تا زنده ام به نماز و زکات سفارش کرده است. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، و مرا نسبت به مادرم نیکوکار کرده و زورگو و نافرمانم نگردانیده است. و السلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، و درود بر من روزی که زاده شدم و روزی که میمیرم و روزی که زنده برانگیخته میشوم. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، این است ماجرای عیسی پسر مریم، همان گفتار درستی که در آن شک می کنند. ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كن. خدا را نسزد که فرزندی برگیرد، منزه است او، چون کاری را اراده کند همین قدر به آن میگوید موجود شو، پس بیدرنگ موجود میشود. و این الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم، و در حقیقت خداست که پروردگار من و پروردگار شماست، پس او را بپرستید، این است راه راست. فاختلف الاحزاب من بینهم فویل للذین کفروا من مشهد یوم عظیم، اما دسته های گوناگون از میان آنها به اختلاف پرداختند، پس وای بر کسانی که کافر شدند از مشاهده روزی دهشتناک.
اسمع بهم وابصر يوم ياتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. چه شنوا و بینایند روزی که به سوی ما می آیند، ولی ستمگران امروز در گمراهی آشکارند. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. و آنان را از روز حسرت بیم ده آنگاه که داوری انجام گیرد، و حالان که آنان اکنون در غفلتند و سر ایمان آوردن ندارند. اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ. ما ایم که زمین را با هر که در آن است به میراث میبریم و همه به سوی ما بازگردانیده میشوند. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. و در این کتاب به یاد ابراهیم پرداز، زیرا او پیامبری بسیار راستگوی بود. اذ قال لأبیه یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. چون به پدرش گفت پدر جان، چرا چیزی را که نمی شنود و نمی بیند و از تو چیزی را دور نمی کند می پرستی؟ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. ای پدر، به راستی مرا از دانش وحی حقایقی به دست آمده که تو را نیامده است، پس از من پیروی کن تا تو را به راهی راست هدایت نمایم. یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. پدر جان، شیطان را مپرست که شیطان خدای رحمان را عصیانگر است. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتكون للشیطان ولیا. پدر جان، من می ترسم از جانب خدای رحمان عذابی به تو رسد و تو یار شیطان باشی. قال اراغب انت عن آلهتی یا ابراهیم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. گفت ای ابراهیم، آیا تو از خدایان من متنفری؟ اگر باز نایستی تو را سنگسار خواهم کرد، و برو برای مدتی طولانی از من دور شو. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. ابراهیم گفت درود بر تو باد، به زودی از پروردگارم برای تو آمرزش می خواهم، زیرا او همواره نسبت به من پرمهر بوده است. و اعتزلكم و ما تدعون من دون الله و ادعو ربی عسى الا اكون بدعاء ربی شقیا. و از شما و از آن چه غیر از خدا می خوانید کناره می گیرم و پروردگارم را می خوانم، امیدوارم که در خواندن پروردگارم ناامید نباشم. فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا. و چون از آنها و از آنچه به جای خدا می پرستیدند کنار گرفت، اسحاق و یعقوب را به او عطا کردیم و همه را پیامبر گردانیدیم. وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. و از رحمت خیش به آنان ارزانی داشتیم و ذکر خیر بلندی برایشان قرار دادیم.
واذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. و در این کتاب از موسی یاد کن، زیرا که او پاک دل و فرستاده ای پیامبر بود. و ناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا. و از جانب راست تور او را ندا دادیم و در حالی که با وی راز گفتیم او را به خود نزدیک ساختیم. و وهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبیا. و به رحمت خیش برادرش هارون پیامبر را به او بخشیدیم. و اذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد و کان رسولا نبیا. و در این کتاب از اسماعیل یاد کن، زیرا که او درست وعده و فرستاده ای پیامبر بود. و کان یأمر اهله بالصلاة و الزکاة و کان عند ربه مرضیا. و خاندان خود را به نماز و زکات فرمان می داد و همواره نزد پروردگارش پسندیده رفتار بود. و اذکر فی الکتاب ادریس انه کان صدیقا نبیا. و در این کتاب از ادریس یاد کن که او راستگویی پیامبر بود. و رفعناه مکانا علیا. و ما او را به مقامی بلند ارتقا دادیم. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا اذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. آنان کسانی از پیامبران بودند که خداوند بر ایشان نعمت ارزانی داشت، از فرزندان آدم بودند و از کسانی که همراه نوح بر کشتی سوار کردیم و از فرزندان ابراهیم و اسرائیل و از کسانی که آنان را هدایت نمودیم و برگزیدیم و هرگاه آیات خدای رحمان بر ایشان خوانده میشد سجده کنان و گریان به خاک می افتادند. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. آنگاه پس از آنان جانشینانی به جای ماندند که نماز را تباه ساخته و از هوس‌ها پیروی کردند و به زودی سزای گمراهی خود را خواهند دید. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. مگر آنان که توبه کرده و ایمان آورده و کار شایسته انجام دادند که آنان به بهشت در می آیند و ستمی بر ایشان نخواهد رفت. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب انه كان وعده مأتيا. باغ‌های جاودانی که خدای رحمان به بندگانش در جهان ناپیدا وعده داده است، در حقیقت وعده او انجام شدنی است. لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فيها بكره وعشيا. در آنجا سخن بیهوده ای نمی شنوند جز درود و روزیشان صبح و شام در آنجا آماده است. تلك الجنه التي نورث من عبادنا من كان تقيا. این همان بهشتی است که به هر یک از بندگان ما که پرهیزگار باشند به میراث می‌دهیم.
و ما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا و ما خلفنا و ما بين ذلك و ما كان ربك نسيا. و ما فرشتگان جز به فرمان پروردگارت نازل نمی شویم، آنچه پیش روی ما و آنچه پشت سر ما و آنچه میان این دوست همه به او اختصاص دارد و پروردگارت هرگز فراموشکار نبوده است. رب السماوات والارض و ما بینهما فاعبده و اصطبر لعبادته هل تعلم له سمیا. پروردگار آسمانها و زمین و آنچه میان آن دوست، پس او را بپرست و در پرستش او شکیبا باش. آیا برای او همنامی میشناسی؟ و یقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حیا. و انسان میگوید آیا وقتی بمیرم راستی زنده از قبر بیرون آورده می شوم؟ اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل ولم یک شیئا. آیا انسان به یاد نمی آورد که ما او را قبلا آفریده ایم و حالان که چیزی نبوده است؟ فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. پس به پروردگارت سوگند که آنها را با شیاطین محشور خواهیم ساخت، سپس در حالی که به زانو در آمده اند آنان را گرداگرد دوزخ حاضر خواهیم کرد. ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن عتيا. آنگاه از هر دسته‌ای کسانی از آنان را که بر خدای رحمان سرکشتر بودند بیرون خواهیم کشید. ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها صليا. پس از آن به کسانی که برای درآمدن به جهنم سزاوارترند خود داناترین. و این منکم الا واردها و این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا. و هیچ کس از شما نیست مگر این که در آن وارد می گردد. این امر همواره بر پروردگارت حکمی قطعی است. ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا. آنگاه کسانی را که پرهیزگار بودند می رهانیم و ستمگران را به زانو در افتاده در دوزخ رها می کنیم. و اذا تتلا علیهم آیاتنا بینات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. و چون آیات روشن ما بر آنان خوانده شود، کسانی که کفر ورزیده اند به آنان که ایمان آورده اند می گویند کدام یک از ما دو گروه جایگاهش بهتر و محفلش آراسته تر است؟ و کم اهلکنا قبلهم من قرن هم احسن اثاثا و رئیا. و چه بسیار نسلها را پیش از آنان نابود کردیم که اساسی بهتر و ظاهری فریباتر داشتند. قل من کان فی الضلالت فلیمدد له الرحمن مدا حتى اذا راوا ما يوعدون اما العذاب واما الساعه فسيعلمون من هو شر مكانا واضعف جندا. بگو هر که در گمراهی است خدای رحمان به او تا زمانی مهلت می‌دهد تا وقتی آنچه به آنان وعده داده می‌شود یا عذاب یا روز رستاخیز را ببینند، پس به زودی خواهند دانست جا
جایگاه چه کسی بدتر و سپاهش ناتوانتر است. و یزید الله الذین اهتدوا هدى والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر مردا. و خداوند کسانی را که هدایت یافتند بر هدایتشان می افزاید و نیکی های ماندگار نزد پروردگارت از حیث پاداش بهتر و خوش فرجام تر است. افرأیت الذی کفر بآیاتنا و قال لأوتین مالا و ولدا. آیا دیدی آن کسی را که به آیات ما کفر ورزید و گفت قطعا به من مال و فرزند بسیار داده خواهد شد؟ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عهدا. آیا بر غیب آگاه شده یا از خدای رحمان عهدی گرفته است؟ کلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. نه چنین است، به زودی آن چرا میگوید می نویسیم و عذاب را برای او خواهیم افزود. و نرثه ما یقول و یأتینا فردا. و آن چرا میگوید از او به ارث میبریم و تنها به سوی ما خواهد آمد. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. و به جای خدا معبودانی اختیار کردند تا برای آنان مایه عزت باشد. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. نه چنین است، به زودی آن معبودان عبادت ایشان را انکار می کنند و دشمن آنان می گردند. الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الكافرین تعزهم ازا. آیا ندانستی که ما شیطانها را بر کافران گماشته ایم تا آنان را به گناهان تحریک کنند؟ فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا. پس بر ضد آنان شتاب مکن که ما روزها را برای آنها شماره می‌کنیم. یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا. یاد کن روزی را که پرهیزگاران را به سوی خدای رحمان گروه گروه محشور می‌کنیم. و نسوق المجرمین الى جهنم وردا. و مجرمان را با حال تشنگی به سوی دوزخ میرانی. لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. آنان اختیار شفاعت را ندارند جز آن کس که از جانب خدای رحمان پیمانی گرفته است. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. و گفتند خدای رحمان فرزندی اختیار کرده است. لقد جئتم شيئا ادا. واقعا چیز زشتی را بر زبان آوردید. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا. چیزی نمانده است که آسمان‌ها از این سخن بشکافند و زمین چاک خورد و کوه‌ها به شدت فرو ریزند. ان دعوا للرحمن ولدا. از این که برای خدای رحمان فرزندی قائل شدند. و ما ینبغی للرحمن ان یتخذ ولدا. خدای رحمان را نسزد که فرزندی اختیار کند. این کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا. هر که در آسمان ها و زمین است
جز بندوار به سوی خدای رحمان نمی آید. لقد احصاهم وعدهم عدا، و یقینا آنها را به حساب آورده و به دقت شماره کرده است. و کلهم آتیه یوم القیامت فردا، و روز قیامت همه آنها تنها به سوی او خواهند آمد.